تو iOS 18 ما میتونیم کنترل سنتر و صفحه هوممون رو خیلی تغییرات روش بدیم. بیاییم با صفحه هوم شروع کنیم. ببین اولین داستان صفحه هوم اینه که دیدیم با هم دیگه چطوریه. میتونیم اینا رو بیاریم اینجا چپ و راست کنیم، لزومند یه قرار نیست در جاشون باشن. یه چیز دیگه ای که داریم اینه که من میام انگشتم روی این اپ نگه میدارم و اینجا الان میتونه ازم فیس آیدی بخواد، اثر انگشت بخواد، یا اینکه الان مال من فیس آیدیم خاموشه فقط رمز داره و میگم فقط پسورد بخواه ازم. بعد که اینو میگم بهم دوتا گزینه میده که یکیش پایینیه هم رمز میذاره روی اپ قفلش میکنه هم قایمش میکنه، بالاییه فقط پسورد میخواد، که من میگم هم قایمش کن هم پسورد بذار. بعد رمز گوشیمو میخواد که وارد میکنم و بهم یه توضیح میده که اپ کجا رفته و هیچ نوتیفیکیشنی چیزی هم دیگه ازش نمیگیریم. یعنی چی؟ یعنی مثلا اپ واتساپ همونو اگه بخوایم اینجوری ببریم قایمش کنیم بهمون زنگ بزنن یا تکست بدن هم نمیبینیم. کی میبینیم و کجا میتونیم ببینیم مثلا وضعیت این اپ چیه؟ باید بیاییم تو لایبرری، میبینیم پایین نوشته هیدن یا هیدن و واردش میشیم، از همون رمز میخواد. ببین هیچی هم نشون نمیده، یه چشم روش خطه، یعنی اصلا معلوم نیست تو شبهاییه. میبینیم روش از همون رمز میخواد یا فیس آیدی یا اثر انگشت، رمزمون رو وارد میکنیم و میتونیم اپ رو ببینیم. الان معلوم شد که اینه. بعد همین رو میتونیم اینجا نگه داریم انگشتمون روش و این داستان رو خاموش کنیم، بگیم که پسورد دیگه نخواد ازمون و از اینجا در اومد. حالا الان این ورم نیست، این ورم نیست، دوباره میخواییم برش گردونیم وایتی میکشیم میاریم میذاریم سر جا از تو سرچ. این تا اینجا. یه چیز دیگه ای که کلن به گوشی به iOS 18 اضافه شده و حالا خیلی چیز مهم هم نیست ولی قشنگه اینه که ما این دکمه های کناریو که میزنیم اگه دقت کنید جای دکمه یه قلمبه اینجوری میاد کنار، یا سیری میبینید یه تیکه هر دکمه یه که فشار بدیم این بازل کنار زخیم تر میشه. اما بریم سر اصل مطلب صفحه هوم. ببین یه انگشتمون یه جای خالی نگه میداریم و ادیتو میزنیم. اد ویجتو که قبلا داشتیم کاری باش نداریم، میریم تو کاستومایز. تو کاستومایز اینجا پایین دوتا گزینه داریم، کوچیک و بزرگ، که وقتی میذاریم رو کوچیک اپا حالت استانداردن، اسماشو زیرش نوشته و اینو اگه بزرگش کنیم اسماش هم حذف میشه، پس میذاریم رو لارج که اسماش هم نبینیم یا اسمال. بجز این اپ ها یه حالت دارک بهشون اضافه شده که میبینین اپ های اصلی ساپورت میکنن، سفید و تاریک میشن، یعنی انگار دوتا آیکون دارن، آیکون دارک و آیکون روشن. ولی اگه اپی مثل یوتیوب مثلا هنوز نداره اینو و هیچ فرقی نمیکنه دارک و غیر دارکش، اتوماتیک هم که تم گوشیمون هر چی باشه رو دارک مود باشه یا روشن باشه نسبت به اون آیکونا رو تنظیم میکنه. جدا اینا این بخش اومده که ما میتونیم ست کنیم خودمون یه رنگی رو درست کنیم، مثلا میخوام سبز خیلی خیلی یواش باشه، مایل به سفید. ببینین از اینجا ما میتونیم تنظیم کنیم اینو، یا حتی من میام یه گوشه از والپیپرم رو ور میدارم و اینا رو شبیه اون میکنم، بیا میخوام تیره تر باشه اون رنگ رو. اگه تو والپیپرمون از چند تا رنگ استفاده شده قشنگ ما میتونیم اینو بزنیم و بگیم شبیه اینجای والپیپرمون بشه، این رنگی بشه. اینم خود من ترجیحم این داستانه، اونم محض تنوع. اما بحث کنترل سنترمون، ببین ما میتونیم بریم تو سیتینگ تو کنترل سنتر و اینجا مثل قبل هیچ دسترسی نداریم، فقط میتونیم براش تنظیم کنیم که وقتی توی یه اپ هستیم هم بالا میکشیم کنترل سنتر باز بشه یا نه، پس هیچیش از توی سیتینگ نیستش. اما میریم تو خود کنترل سنتر، این بالا سمت چپ یه به علاوه داریم که الان من نمیتونم بزنمش چون این چیزای پرایوسی رو میاره واسم، ولی این به علاوه رو که میزنیم
دقیقا همون کاری رو میکنه که یه جای خالی کنترل سنتر هم انگشتمون رو نگه میداریم. دقیقا همین صفحه میاد و اینجا میبینی یه سری نقطه نقطه داره و حتی پایین یه صفحه خالی داره پر گردالی که ما میتونیم کلی چیز نیست اینجا تعریف کنیم. میتونیم اینو برداریم ببریم بالا مثلا. بعضی هاشون رو میتونیم ببین بغلشون همشون یه بینگولی داره و اونایی که ساپورت میکنن رو میتونیم بینگولیشو بکشیم و سایزشو بزرگ کنیم ساپورت کنه، اینجوری قدیش کنیم یا کوچیکترش کنی. حالا بریم یه صفحه جدید و میخوایم یه چیز جدید اضافه کنیم. صفحه جدید هم پایینشه آگه همونو میایم پایین. میتونه چند صفحه باشه، مثلا تو یه صفحه ابزار ماشین حساب اینجور چیزامون باشه، تو یه صفحه تنظیمات شبکه و اینا اون باشه و اینجوری میتونیم هر کی حالا بسته به سلیقه خودش میتونه دستبندی کنه. چیزایی که میتونیم اضافه کنیم اینجا لیست شده و همه اینا تو کنترل سنتر ما بهش دسترسی داریم. میبینی یکی دوتا نیست، حالا هم نمیتونم دونه دونه همه رو بخونم، ولی اصلا محدود به مثلا 20 تا گزینه قبلا که بود نیست، خیلی بیشتر شده و خیلی از اپ ها هم میتونن بیان اینجا که میان آپدیت ها میاد واسه شون و خیلی از اپ ها میتونن دکمه همونجور که برای ویجت درست میکنن برای کنترل سنترمون هم درست کنن. دکمه که درست نیست چون هم اطلاعات نشون میدن، میتونیم از داخلش یه سری کارا کنیم. دکمه معمولا برای یه کاره، حالا نمیدونم اسمش باید چی بذاریم، ولی چیزای مختلف میشه اینجا اضافه کرد و استفاده کرد و لزومن قرار نیست کنترل سنترمون شکل خاصی داشته باشه. یعنی هیچ اجباری نیستی، خودمون میتونیم دستبندی کنیم. مثلا من الان صفحه دوممو میام میذارم سه تا ابزار که با دوربینه، میارمشون این پایین. اینکه خیلی سخت دارم کار میکنم باش واسه هم باگای نسخه بتاست که اینا درست درمون کار نمیکنه. خب یه بار بیخیال شیم، یه اینجا شد دوتا دوربین. خب ببینید حالا من پایین کنترل سنترم اینا رو آوردم دم دست گذاشتم، یعنی میرم تو کنترل سنتر صفحه اولم اینه، صفحه دومم اینه و هیچ محدودیتی هم نیست که کجا چی جوری استفاده کنیم. یه جای خالی صفحه رو میزنیم. اینا رو من قبلا یه جور دیگه چیده بودم. آره این چیدمان مورد استفاده من اینا بود مثلا. بعد این بالا هم که یه دکمه پاور اومده روش میزنیم اسلاید تو پاور آف میاد. پس این هم شد کنترل سنتر iOS 18 تا اینجای کار که هنوز اپ ها نیومدن واسهش، هنوز خیلی چیزا نیومده و خیلی کامل تر میشه به واسطه اپ ها. این فقط چیزاییه که فقط در برای خود iOS هست. بعد میتونیم اینو چندین صفحه کنیم، ما اصلا محدود به یه صفحه دو صفحه نیستیم. اینجوری میتونیم چند صفحه کنترل سنتر داشته باشیم و در واقع اینجا یه میز دسترسی به ابزارامونه که خودش مثل صفحه هوم که میتونه چندین صفحه باشه، اینم میتونه چندین صفحه باشه. حالا از همه اینو بگذریم، یه چیز جالبم که واسه امنیت بوده و الان یه ذره جالبتر شده اضافه شده اینه که ببینید این بالا یه چیزی بود همیشه، مثلا تو چند تا iOS قبلی یه دونه نقطه سبز یا زرد بهمون نشون میداد که هنوز هم هست. این یعنی میکروفونت داره کار میکنه یا دوربینت داره کار میکنه. این الان بالا نقطه زرده، یعنی میکروفونه داره صدا رو ضبط میکنه. بعدش تو iOS های بعدی این کامل شد و این نوشته اومد این بالا که روش میزدین مثل بخش بالایی این صفحه که داریم میبینین میگفتش مثلا سیستم داره از میکروفون استفاده میکنه، سیستم سرویس داره از لوکیشن به تازگی از لوکیشن هم استفاده کرده که این مثلا تو iOS 17 هم بود. اما اینجا یه دسترسی جالب هم اضافه شده تو iOS 18 که داریم میگیم آقا سیستم که داره از میکروفون استفاده میکنه با چه کیفیتی از میکروفون استفاده کنه. میتونیم ایزولیشن صدا رو روشن کنیم، میتونیم بگیم صدای محیط رو کامل بگیره
و میتونیم بذاریم رو حالت استاندارد که نه صدای محیط رو حذف میکنه نه کامل میگیره. میتونیم هم بذاریم رو اتوماتیک، یعنی از اینجا میتونیم یه انتخابی هم داشته باشیم به اینکه این اپ چطوری داره از منابعمون استفاده میکنه و این مدیریت میشه. حالا الان مثلا با یه میکروفون شروع میشه بازی، ولی خیلی جالب تره دیگه. در لحظه فلان اپ داره مثلا لوکیشن من استفاده میکنه، میام اینجا و میتونم تنظیم کنم، الان نیست ولی در آینده خواهد آمد این داستان، و میتونم تنظیم کنم که جای دقیقمو ببینه یا جای حدودیمو. تنظیمش بود دیگه تو iOS که میتونستیم تنظیم کنیم یه اپ دقیق جامونو ببینه یا حدودی. کجا بود؟ میایم تو سیتینگ، توی پرایوسی، میریم تو لوکیشن و این اپ ها هستن و دارن استفاده میکنن. حالا مثلا اپ دوربین میایم تو و اینجا این گزینه است که اگه این روشن باشه پری سایز لوکیشن میشه، اگه اشتباه نکنم تلفظش، اگه این روشن باشه جای دقیقمون رو میبینه، اگه خاموش باشه جای حدودی رو میبینه. حالا فرض کن همچین چیزی یه اپی داره لوکیشن استفاده میکنه و اضافه میشه. خب الان دوربین روشنه، میریم تو کنترل سنتر، اینا دوربین داره از کامرا و میکروفون لوکیشنمون استفاده میکنه. فعلا نمیده بهمون اینکه دقیق لوکیشنمون رو بتونه استفاده کنه یا نه، ولی به زودی این داستان خواهد اضافه شد.